هفت ماهگی شدی باید خیلی مواظب باشی، استراحت رو زیاد کن، تغذیه مناسب داشته باش، تحرک زیادم نباید داشته باشی چون احتمال زایمان زودرس توی ما خیلی زیاده. شما حواستون به سارا جون هست؟ بله خانم دکتر، الان چند وقتی که برای کارهای خونه کارگر گرفتیم، غذا رو معمولا زنگ میزنیم یا از بیرون میارن یا مادر خودشون زحمت میکشه. همه نگرانی ما الان به خاطر سقط جنینی که سارا جون داشته، به خاطر اتفاق ممکنه فرصت بچه دار شدن از دست بدیم. خانم دکتر سفری به رادیولوژی. تو میدونی مامانت اینا؟ سویچ بده برد. بیا میرسونم. نمیخواد بده، کار دارن. چه کار داری؟ من نهیدی دکتر گفت نباید فوتو بزنی به در و دیوار. در و دیوار چیه؟ دوتا جا کار دارم، بعد میرم خونه. بده من. خیلی خوب، کاری با من نداری؟ نه. دواتو خود میگیری؟ آره خودم میگیرم. خدا امیر، شب که میای خونه؟ مثل همیشه دیگه. ای تونستی زر زودتر. باش داروها دیاد نه، خدا باش. الو ملکی. سلام آقا. سلام، چطوری؟ ببین من هر چی لطفیان عوضی میگیرم چرا جواب تلفن منو نمیده؟ هیچ اثری از لطفیان پیدا نکرد. خونه و شرکت و همه چی رو ول کرده رفته. سری زنگ بزن یا آمارشو در بیار دادش به من خبر بده. منتظرم ها. حالا شما خیلی حال نکن. ولی شما یکی دو روز دیگه هم صبر کن. من از طریق دادگاه پیگیرم. حکم جلبش اومده. الان پلیس هم دنبالشه. پیداش میکنه. خبر تازه‌ای بشه تماس میگیره. سلام سامان، چطوری؟ آقا عذر میخوام، لطفاً اون گوشیتونو بذارید کنار، من اذیت میشم. آقا الان کوتاه صحبت کنم تمام. 10 تا مسافر در روز به شما میخواد بشه، من اینجا باید عوانی میشم. چشم. مشکلات همه رو از طریق موبایل ما با خبر شدیم بخواهم. باش. خیلی متشکرم آقا. آقا ببخشید من سر اون دو تا کوچه بالاتر پیاده میشم. چشم آقا جان. آقا ببخشید من میخوام پیاده شم. دست شما درد نکنه. داداش من با عزت میخوام پیاده شم. آقا پایده. آقا پاشو میخواد پیاده شم مسافر. آقا معذرت میخوام. داداش من میخوام پیاده شم. آقا داشی داداش آقا این نفس میکشی اصلا؟ آقا حاجی Thank you.
پدر بزرگم بود. بله کجاست این قلدیه شما؟ آقا با حاجی سلام برسون بگوی چکر رو پاس کن. چشم آقا چشم بگوی تو برم زنده بچی. سلام آقای سلام خب هرچی که بخواه برای تو میسرسی فعلا خدا بگوی. آقا سلام سلام عرض کردیم آقا. سلام حسن آقا ببخشید چی شده بابا خدا باید نده چرا رنگ به رخ دارت نی؟ خوبم قربون دستت یه حسه خواهم همه من بگیم چرا نه؟ یه این آبپند رو بخو بهتر میشی سب درد نکنم. آقا چی شد که یه اینجوری شدی؟ خوبم خواهد بست چشم بچه های کنترل کیفیت اومدن که انقل تو نهی بردن نه الحمدلله آقا چند بار این گوشی تو زنگ خورده جوابه چونو بدی از خونه از زنگ میزنم بدی نگرانی برای زن حامله خوب نیست دا هرش من مهتم گفتم دیگه زنگ میزنم بدی آقا صبح شما نبودین یا آقای زنگ زد با شما کار داشت کی بود؟ چیزی نگو شماره موبایلشو داد که باشون تماس بگیر میثم مولایی میثم مولایی آقا جون سلام پسر بیا ببینم این دیگه چشم میمیشالله بزنین سارا فارغ بشه ستایی میم پیشتون همه چه خوبه روبراییم دارم میرم حج حج مادرت مکه منتظر منه مامان که خدا رحمتش کنه آقا جون الو آقا جون جان امیر امیر جانم امیر جانم آقا جون جانم امیر جونم آقا جون امیر الو الو سارا سارا جان سارا خانم سارا جان سارا سلام خوبه
این همه گفتم دیر نیای. تولدت مبارک. چقدر شرمنده کردی امسال. چه خبره؟ حالا چرا دو نفره؟ باز گفت دو نفر. دو نفری ما؟ اخ نه، دو نفر و 75 بیمزده. پارسال که اون همه آدم رو دعوت کرده بودن، بیچاره ها رو انقدر معطل کردی، بازشن رفتن. امسال دیگه گفتم که بذار اونا رو سورپرایز نکنیم. تو رو که نمیشه سورپرایز کرد. امسال باید 40 سالگی رو فوت کنم. اخ 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 اخ. خب 3 نفرم اونو عشق است. سب کن بذار عکس بگیرم. آرزو کن. بچه ها همه دارن زیر اکسا پیغام تبریک میذارن. خوش میشد بقیه هم دعوت کنیم. همین چند نفرم که اومده بودن اضافه بودن. چرا؟ تو مگه نشدیم به دکتر بهت چی گفت؟ عزیز من دلیل نداره تو با این حالت وایسی از ملت پذیرایی کنی که. اون بیچاره ها که همه کارها رو خودشون کردن. چی؟ کارها رو که من دارم میکنم. دست شما درد نکنه بعد این همه وقت داری تو خونه کار میکنی. کنون مغازه بودم بابا زنگ زد. ای جان چقدر دلم براش تنگ شده. امروز همش تو فکرش بودم. چی میگفت؟ هیچی با پاشیم بین اینجا. چه خوب. چی گفتی بهش؟ گفتم که بذار بچه به دنیا بیار، ستایی میایم پیشه. چرا؟ میرفتیم. خب تو که با این وضعیت نمیتونی بیا. خود منم که الان 1000 تا کار دارم. باشه حالا بریم اونجا دوباره حرفای تکراری. تو چرا اونجا زندگی میکنی اینجا زندگی نمیکنی؟ تو باید عصای دست من باشی، تو یه دونه پسر منی. بیل کن بابا حوصله ده. بالاخره که باید به خاطر عروسی دختر الهه میرفتیم 10 روز دیگه. حالا تا 10 روز دیگه. باشم آقا جون یه خورده آلزایمرش بدتر شده. چطور؟ اون حرفای عجیب غریب میزد. گفت میخوام برم حج، مامانت اونجا منتظرم. فهم بابا آقا جون خدا خیرت بده، مامان که 10 ساله خدا بیامرزته. ای وای کاش به الهه میگفتی دکتر ببرتش، شاید داروهاشو عوض کنن بهتر شه. یادم این دوست فرده یه زنگی بهش بزنم. باش آقا تو واقعا نمیدونی این لطفی هم کجاست. ای خدا مگه تو میم شب 100 بار ازم نپرسید. داره خول میشه امیر. خب داداش تو بالاخره رفیقشی. نمیشه صبح زنگ بزنی و بازجویی کنی؟ من اصلا اون عوضی رو نمیشناختم. دنبال سرمایه گذار میگشت، شما دوتا رو به هم معرفی کردم. خطا کار شدم؟ که انتظار نداری من باور کنم که تو ازش بیخبری. حالا من شدم رفیق دوزو شریکی غافله؟ اون موقع که حرص برت داشته بود از همه بالا بزنی، وقتی که چند جور کاسبی رو انداخته بودی، با همین لطفیان و همسالش ساختمون میساختی و تجارت میکردی، سراغ منو نگرفتی. خوردی به خمیسی دنبال مقصر میگردی؟ مقصر خودتی که سیرمونی نداری رفیق. با کسی حرف میزدی؟ آره یه کار واجبی بود.
شبای بیخوابی میزن سرم، دلشوره دارم. دلشوره برای چی؟ افسردگی و این چیزا دیگه. من دوران بارداریم. آن راستی فردا از استادم وقت گرفتم، میتونی ببری منو؟ فردا اینجور جا شوهر آدم باید باشه. بیا بشین سر تو بکن تو گوشید، ولی باش لطفا. واقعیتش استاد من شبا خوابم نمیبره. چرا؟ چرا خوابت نمیبره؟ چراشو نمیدونم، ولی کلی طول میکشه خوابم ببره. بعد که خوابم برد انگار که کابوس دیده باشم از خواب میپرم، بعد نفس میزنم، عرق میکنم، بعد فرداشم همش کلافه و بی‌حوصله‌ام. جانم قرار بود تو رو بیاریم دکترا، نه منو. ببین امیر جون، مشکل تو یه جور افسردگیه. من تا تو 40 سال ببینم چند سالته؟ بله گفتم چند سالته؟ همین دیشب 40 سالش تموم شد استاد. چقدر سر وقت سر کلش پیدا شده. حوالی 40 سالگی مردا یاد مردن میفتن. آی دکتر من حالم خوبه، هیچ مشکلی هم. یعنی مرگ آگاه میشن اصطلاحا. بعدم نیستا، باعث میشه نیمه دوم زندگی تو عاقلانه تر زندگی کنی. تو مرز 40 سالگی تازه میفهمی یه چیزایی که اهمیت داره حالا بی اهمیت شده، چیزایی هم که اصلا بهشون توجه نمی کردی حالا مهم شده. خیال می کردی نمی میری؟ آی دکتر من به نظرت برک خیلی نزدیک میاد. درست میگم خانم دکتر؟ خجالت نری استاد، من که هنوز پایان نامه ارشدم هم میده. من برات دارو می نویسم، اما یه چیزی میگم اگه بکنی از هر داروی بهتره. تا میتونی برو قبرستون، یاد رفته ها کن، هر جوری میتونی خودتو با مرگ مواجه کن. یا اگه بشه یه قبر خالی گیر بیار، یه ساعت توش بخواب. ببخشید قبرستون. ماجرای شما به کجا کشید؟ به خاطر این بارداری ناخواسته مجبور شدم صبر کنم تا بچه به دنیا بیاد، یعنی یه فرصت دیگه. منو بی خبر نگذاری. سارا جان بریم؟ خیلی معذرت میخوام استاد، ببخشید. خداحافظ. الهی سلام، همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم. سلام بگو رو بلنگوی. سلام سارا جان. سلام الهی جان. میدونم باهاش حرف زدم، حالش خیلی هم بد نبود، فقط یه خورده حرفای عجیب غریب میزد. نه آقا جون طوری شده الهه؟ گل ببینینش، هرچی میتونی زودتر بیان. ای وای، یعنی اینقدر حالش بده؟ الهه چرا شلوغش میکنی؟ من خودم دیشب باهاش حرف زدم، حالش خیلی هم خوب بود، فقط یه خورده حرفای نامعقول میزد. الهه جان عزیزم
ما که برای عروسی مهروش داریم چند روز دیگه میایم بجنور. خب همون موقع آقا جونو میبینم دیگه. گوش بدی به حرفم اصلا. من دارم میگم حال آقا جان خیلی بده. آخه الهی تو سر قضیه مامانم همین کارو با من کردی. سه بار منو کشوندی بجنور. آخرش هم وقتی مامان تموم کرد من اونجا نبودم. حتی نتونستم یه خداحافظی باهاش بکنم. نکن این کارو دیگه خواهر من. عروسی دختر من نمیخواد بیاد. فقط الان بیا آقا جانو ببین. الو الهه. الهه یه عادت بد داره. وقتی یه اتفاق کوچیک میفته هول میکنه گوشی رو میگیره دستش به همه دنیا زنگ میزنه. بعدش هم که بهش میگی بهش بر میخوره. زن و بچهش چی میگن؟ زن و بچهش ادعا میکنن از لطفیان خبری نداره. مال اموالی هم به نامشون نکرده. همه پولا پیش خود لطفیانه. اگر پیداش بکنن مشکلمون حله. حالا ما باید تو این شرایط چیکار کنیم؟ بالاخره اینجور وقتا یه کارایی میکنن، چون میدونم میرن حسابشون مسدود میکنن، ملکاشو ضبط میکنن. نمیتونیم اینجوری بشینیم دست به دست بذاریم که. من همه این کارا رو هم پیگیری کردم. نمیدونم شما پسندازی زمینی چیزی نداری که تو این شرایط به دردمون بخوره؟ و من که هرچی داشتم و نداشتم دست این کلا برداره. دوستی آشنایی کسی نیست کمکت بکنه. پدرت نمیتونه کمکت بکنه. پدرم داره یه چیزایی ولی تو همون شهر و روستای خودمونه. سری زمین داره و یه کارگاه آب نبات سازی. نمیدونم اصلا به درد بخوره یا نه. به هر حال من به عنوان وکیلتون موظفم که شما رو برای بدترین شرایط آماده بکنم. البته فعلا نگران نباش. اگر که لطفیان پیداش نشه مجبوری از پدرت کمک مالی بگیری. سارا چجوری میخوای با این وضعیتت پاشی بیای؟ دکتر گفت با هواپیما نرو، با ماشین خودمون که دیگه میتونم بیام. ماشین که بدتر از هواپیماست که بابا. راه به این طولانی خدای نکرده هزار تا اتفاق ممکنه توش بیفته. من میام. ببین اگه برای دیدن آقا جون داری میای پس من از الان بهت بگم الهه شلوغش کرده. الان برسیم اونجا آقا جون حالش از من تو بهتره. ببین اگه قضیه دیدن آقا جون نبودم من این سفر رو با تو میومدم. من که نمیدونم تو چرا انقدر پیله کردی بیای، ولی از الان بهت بگم اگه خدای نکرده تو راه اتفاقی افتاد، تصادفی پیش اومد، پس فردا دنبال مقصر نگردی ها. دکتر آقا جونه؟ واسطه دوتار آقا جون و الهه بهم داده بود دارم تبدیل کردم. فقط کار خوبی کردی. یاد باشه از اینا به خود الهه و بچه هم بدیم. کپی کردم براش دارم میارم. دستت درد نکنه. چقدر دلم سفر میخواست. خیلی وقت بود با هم سفر نرفتیم. اینا
کی بود؟ با تو هم امیر، میگم کی بود که اینجوری شد حال روزت؟ با کی داشتی دعوا میکردی؟ هی سرت تو گوشیت حرف میزنی میگه حرف نزدم، الانم دو ساعت دعوا کردی اومدی بهت میگم که یک کلمه جواب نمیدی. نفسم بالا نمیاد. چطه؟ من دارم خفه میشم. دارم خفه میشم. بگی بگی زراب بخورم. من نمیخورم، دارم خفه میشم. یادش خودم میشینم پشت فرم. پاشو بدون. جانم چی شده؟ آی دکتر. جانم چی شده؟ کدومتون مریضی؟ عزیزم جانم چی شده؟ بگو ببینم چی شده؟ چی شده؟ نفسم بالا نمیاد آقا. نفس چی شده؟ خانم میشه توضیح بده ایشون چی شونه؟ عصبی شده. قلبم. مطمئنی قلبتون؟ قلبم تیه میکشه. من خیلی عذرخواهی میکنم از شما. اینجا درمانگاه خانم، منم تازه مدرکم گرفتم، نه تخصصی توی زنان و زایمان دارم، نه در زمینه یه بیماری قلبی. خب قلبتون هم مشکل نداره، یه پنیک اتک جزئی بوده، با آرامش که بهت زدم یواش یواش حالت رو به راه میشه. بعد جدیش بگیری ها، یه حمله عصبی و پایه استراب و وحشت دیگه. ممکنه تبدیل به حمله قلبی بشه. خانمم کجاست؟ خانمتون اون اتاقه، یکم رو به راه نبود سرون بهش زدیم. سارا 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 من که بهت گفتم پانشو بیا، کاش برفم گوش کرده بودی، کاش نیومده بودی. استرس برات خوب نیست، برمیگردیم تهران. تو برگرد. ببین من همه چیم ریخته به هم، تو هم که حالت خوب نیست. برگردیم بهتره.
از تهران تا اینجا همش پیام دادی پیام گرفتی، با اون حال داغون پیاده شدی رفتی با تلفن حرف زدی، با حال سکته برگشتی اومدی، همش تو خودتی، هیچی هم نمیگی، هنوز نمیخوای بگی لعنتی کیه؟ ببین احتمال داره من همه چیزم از دست داده باشم. احتمال داشت من این بچه تو رو از دست بدی، احتمال داشت تو ما رو از دست بدی. باشد معذرت میخوام از هر دوتتون. امیر حرف بزن. بزن میگم برات به موقعش، الان حالت خوب نیست. حالم خوبه، فشارم پایین بود که خوب شد. ملکی بود وکیلم. خب میگه لطفیان کلا بردار از آب در اومد. چی؟ مثل این که غیر از من کلای چند نفر دیگرم برداشته و رفته. چقدر پیشش داشتی؟ قد این 15 سال. البته ملکی میگه جای امیدواری هست، میگه ممکنه بتونن دستگیرش کنن یا ملک و اموالی داشته باشه بتونن باش پول طلبکارا رو بدن. قد کنه بریم. اله هست نگران شدن میگن کی میای؟ الان میاد خدمت. بذار معلوم مریض دارم خدمتون میرسم الان. خب سلام مجدد، خوبی؟ خب خدا رو شکر حالتون بهتره. خب من این سرمو از دست شما باز بکنم. خانم آقا شما حواستون رو جمع کنین، به مقصدتون که رسیدین برین پیش یه دکتر فوق تخصص حتما. خانم شما هم آقا برای خانم باشید. چشم. کویر رو میگم، میگم چرا تمومی نداره؟ کویره دیگه. میگم این نامزد مرنوشم به دایی زنش رفته. داماد الهه؟ نه. چیش به من رفته؟ مثل که مرنوشو بهش نمیدادن، انقدر رفته اومده اصرار کرده، حتی دو دفعه کاش به بیمارستان کشیده تا بالاخره بهشون ثابت شد که نه واقعا مرنوش دوست داره. بچه هیچ کسی اینا رو به من نمیگه. ناسلامتی دایی شما کی بهت بگن؟ بهشون سر که نمیزنی، هر وقتم بهت زنگ زدن یا دست بند کار بوده یا چه میگم با یکی تو جلسه بودی، یه وقت داشتی واسه بقیه. خدا رو شکر همیشه هم آدم بده فیلم منم. والا هر وقت لایه زنگ زده من جوابشو دادم. خب یعنی چه میگم خودش گفت؟ یه اعتبار اولی که همو دیدیم
داشتیم میرفتیم عروسی مریم اینا، از زورش با کلی ذوق و شوق آماده شده بودیم، رفتیم نشستیم تو ماشین، بابا استارت زد روشن نشد، وای مامان انقدر قر زد قر زد، آخرشم بابا با خون سردی تمام برگشت گفت خب آژانس رو بر همینجور وقتا گذاشتن. اون روزا بعد از دارم ماشین اماد رو میگرفتم باهاش مسافر کشی میکردم. سر خوشتیب کچر سرواز مسافر کشه بیمه. همون لحظه ای که چشم به چشت خورد دیگه شب خوابم نبود، چقدر به خودم کلنجا رفتم. اوه بعدش چه قشقرقی به پا شد. چرا؟ اوه عمو رحمت که اصلا گفت یعنی چی تو میخوای نونو ببری بدی به غریبه؟ خاله با هم قهر کرد یک سال اصلا جوابم هم نمیده. پامو کردم توی کفش که الا و بلا یا سارا یا هیچ کس. الکی باور کن مهمونی شام عمو رو زدم به هم زیر سفره، گفتم جمع کنیم بابا همین که من میگم. دیدن نه این تو میری از اون تو میری ها نیست. میگن عاشقی هر چی بگذره پخته تر میشه. من تا اولش داغ بودیم بعدش. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ فکر کردن نمیخواد. تمام این سالا تو همش درگیر کارت بودی، من هم همش پرستاری تو کردم که نکنه استرس بگیری نکنه مریض شی. که شدیم ما مثل اون اولا. ای بابا روزی هم که با آقا جون گفتم میخوام برم تهران کار کنم گفت خوشی زده زیر دلت، یهو شدم پسر ناخلف فامیل. چه شبایی که نخوابیدم تا صبح نشستم دو تا چهار تا کردم که تو راحت زندگی کنی، که فردا روزی آب تو دل تو و بچه‌م تکون نخوره، آخرش هم میشه آدمی که عاشقی کردن بلد نیست. یه وقتایی با خودم فکر میکنم انقدر برای این زندگی جنگیدم که اصلا هیچ فرصتی برای خودم و زندگی کردن نذاشتم. پشت سر ما ماشین عروس امیر نگاهش کن بو بزن. ها دیوونه کی بود دیگه؟ یارو چه وضع رانندگیه؟ این دیوونه چرا اینجوری کرد؟ داشت هممونو میکشتن. داداش حالت خوبه؟ طوریتون نشده شما؟ یه اومد بسر جاده کامیره کشه کرام ما خوردیم بهش. حیوانه بیچاره چی شد؟ گفتم یه خواب بد دیدم بیا این آزم نحسیس زندگی ما رو میگیره. نحسیس چیه بابا؟ امیر بیا بابا بیا امیر بیا کمک کن بلندش کنیم بودو. چی شده؟ بیا بیا اینو ببریم مایفرانی بیا بیا بلندش کن. داره ازش میرکم بودو این ور بابا جان با ماشین آخه اون رانندگی میتونه بکنه. بیا با ماشین خودمون ببریم. آره با ماشین خودمون پشی. سارا هزار تا کار داری. باشه یه دقیقه برسونش. حالا تو با این وضع تلمانی کارا رو انجام بدی؟ بیا دیگه تو هم بذارش تو ماشین منم میام. کجا خانم کجا؟ خانم شما کجا اومدی؟ سارا ببین کاراتو فقط. امیر بذارش یه دقیقه ببریمش. این که مرده الان کجا ببریمش؟ چی مرده؟ در قلبش میزن نمیره نفس میکشه. بذار تو ماشین. برو خودت هم ماشین اونو سوارشون نمیتونه رانندگی کنه. فکر کنم قندی چیزیش افتاده. بگی اینم بهش بده. خودت میخوای رانندگی کنی؟ آره خودم میخوام رانندگی کنم بودو. سارا امیر مگه نمیگی دیره؟ بریم برسونیمشون محیط بانی بریم. طاقت بیار الان برسیم. شال گردن اینجا هست وردار اونو بپیچ دور زخمش. چه ته شادومان؟ چرا انقدر ترسیدی؟ چرا دست و بالت میلرزه؟ چیزی نشده که پسر خوب یه تصادف کردی دیگه؟ آخه داشتی میرفتیم مقصد مشهد اول زندگی زدیم به این آخر آیا اتفاقی که واسه این حیوان افتاد ما بعد از هم جدا بشت دوستش دارم
نمیخوام جدا بشه. چی میگی؟ اول از اون که ایشالله که خوب میشه، بعدش هم خوب. اصلا این اتفاق یا تصادفه؟ چه ربطی داره به زندگی شما؟ نه سیش، زندگی ما رو میگیره عزیزم. این حرفا خرافاته. زندگیتون رو فقط خودتون دوتا میسازید. زندگیم داره از دست میره آقا مهندس. آرزوها داشتم برای عروس خودم. چرا اینجوری میکنی پسر؟ خوب چیزی نشده که؟ آروم باشه خورده. کجا آشنا شدین با هم؟ هم دانشگاهیم، دو سال ازم بزرگتر، همه درساش ازم میافتاد که با من برداره. هر کدام از فعالیت های دانشگاهی هم که شرکت میکردم میامد، همه فهمیده بودن دوستم دارم، ولی خدا خودش به من نگفته بود دوزاریم نیفتاد. تو چی؟ تو من اینقدر دوستش داری؟ ها وقتی نیسته انگار همه دنیا یه اشکالی داره. شبا کابوس نبودنشم ببینم. قدر این عشقی که به هم دیگه دارین رو بدون، نظر کم شه، نظر یه روزی بیاد که یهو ببینین دارین فقط از سر عادت با هم دیگه زندگی میکنین. حتی از اولش هم خیلی اهل روستا نبودم، اما دوست داشتم برم شهر برای خودم کار کاسبی را بندازم، تجارت الکترونیک بکنم، ولی خب یهو به خودت میای میبینی یکی زد زیر گوشش، همه رو برداشت رفت. من خیلی سر از کار دنیا در نمیارم، ولی انقدر میدونم که من دوست داشتن رو بلد بودم، خیلی خوب بلد بودم، یه جوری که نقطه سرخط نداشت، اما و اگه و کاش که نداشت. ولی نمیدونم کجای کارم رو اشتباه کردم یا چی کار باید میکردم که نکردم، نمیدونم. ولی شما تازه اول زندگیتونه، بجنگ برای زندگیتون دختر، نذار سر تا آرزوهاتون رو گم کنی. کاری که ما کردیم گم کردیم. خود باش آروم. مراقب باش. بیا بیا بخور انگورو تاریده. دستت در نکن. تو حالت خوبه؟ خوبی؟ سارا نظرم ما بریم که به تاریکی نخوریم، چون معلوم نیست چقدر علامت تلی داره. هفت ماهه، یکم صبر کن دیگه. سفر داره بهت خوش میگذره ها. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. حالش خوب میشه؟ چرا نشه عزیزم؟ خوب میشه، خیالت راحت. آقا ببخشید، از این عکس چیه؟ این همکارمونه، آقای میثم مولایی. دو هفته پیش با شکارچی‌ها درگیر شده، معصوم شده، الان بیمارستانه. بعد الان خبر دارین ازش؟ خبر جدیدشو ندارم، نه خیر. عجب. چرا در دسترس نیست؟ ای بابا
الان که میخوام در دسترس نیست. امیر به این محیط بانه که عکسش اینجاست رو میشناختی؟ میسمو؟ آره بابا این رفیق دوره بچگیمه. واقعا؟ آره هم بچه محل بودیم هم هم مدرسه‌ای بودیم. البته میسمی 4-5 سالی از من بزرگتر بوده. بعدش هم این که هر وقت هم تو مدرسه دعوام میشد بالاخوام در میومد. رفیق 6 هم بود بابا. چه عجیب که تا حالا هیچی راجعش نگفته بودی. برای اینکه سال آخر جنگ میسم به شناسنامش دست زد پاشد رفت جبهه. منم که از این وقت درگیر درس و زندگی بودم و بعدشم که اومدم تهران کار و کاسبی اصلا دیگه کلن ندیدمش. ولی خبرهایی ازش میشیدم، میگفتن رفته جنوب داره برای مناطق محروم مدرسه میسازه، بعد یه سری میگفتن رفته غرب داره مین خونسا میکنه، بعد مثل یه دوره رفته بود شمال کشاورزی میکرد، اصلا رفته بود شرق مرزبان شده بود. آدم عجیب و غریبیه خلاصه. چطور این همه سال اصلا نگشتی پیداش کنی؟ باورت میشه خود میسم چند روز پیش زنگ زده بود مغازه، شمارشو گذاشته بود پیش عمو حسن، اصلا یادم رفت پیش زنگ بزنم. خدا رو شکر در دسترس هیچ کس نیستی. ای بابا همش مال حمالی مفته. دیگه از لطفیان خبری نشد؟ نه اینقدر زنگ زدم به ملکی گفت بابا دیوونم کردی بذار خودم بهت زنگ میزنم. امیر راجع به این قضیه چیزی هست به من نگفته باشی؟ نه چی شد آقای دکتر؟ همه شمین بودی دیگه، حالا اگه ملکی خبر جدیدی بوده که بهت میگه. خوشبختانه به موقع رسوندیدش. خدای شکر. من واقعا ممنونم که ایستادی این حیوان برد سارا اینجا. خیلی وقتا آدم ها وقتی به یک حیوان میزنن. میدونم تو این چند سال امیری که میخواستی نبودم، اما باور کن هر کاری کردم برای آرامش تو. باور کن هیچ خطری تهدید نمی کنه شما. من واقعا ممنونم با این دارو به دل طبیعت. چطور شد حالش خوب آقای دکتر؟ بله بهتره. خدا برشه. حالا چی کارش میکنی؟ نگه میداری اینش اینجا یا ولش میکنی تو طبیعت؟ نگران نباشین مادرش میاد دنبالش. واقعا؟ از کجا میفهمه بچهش اینجاست؟ خب یه احساس مادرانه است، معجزه خداست دیگه. چقدر عجیب. میسم چند وقتیش برای این کارهای خیریه که میکنه به هم زنگ زد ازم کمک خواست. قد شلوغ بودم پشت گوش انداختم. تمام اون پولایی که میتونست کمک حالش بشه شد مفت چنگ اون کلا بردار. اون چیه؟ این چی میگه دیگه این وقتشه؟ شاید کمک میخواد. چه وای نسته کمک میخواد کی وای میسه این وقت شب تو این سیاهی یه حرفایی میزنی ها. وا ای وای پیاده شما چی بود؟ تو پیاده نشو با این حالت سارا، تو پیاده نشو. خیلی شانس آوردیم خوردیم به یه سنگ ها، میتونست جای این یه حیوان باشه یا یه آدم. معجزه همینه دیگه. بشین سارا تو ماشین با این حالت پیاده نشو. بشین. آقا شرمنده عزیز ماشینم خراب شده راه نمیره، یه کمکی بکن تا روستای ما هم 10 دقیقه بیشتر راه نیست. کمکم میکنی؟ چیزی شده؟ چیزی
شده آقا؟ نگران نباشید، طوریم نیست. سلام. 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 شب شما بخیر. شبتون بخیر. کجای محبی بابا؟ چرا موبایل تو جواب نمیدی آخه؟ ببخشید خانم جان که نگرانت کردم. این ماشین صفحه کلاش صاف کرده. موبایل من باتریش تموم شده بود. اگه کمک این دوستان نبود، خدا میدونست که چه شب از سرگردون افتادم. مخلصیم آقا، کاری نکردید. از شما درد کنم. زنده باشید. زحمت کشیدید. خانم جان. راهنماییشون کن، اتاق رو نشون بده. یا اتاق راهنمایی ما بی تعارف نمی‌کنیم. ما باید ما رو در بچم حسابی خسته. امشب مهمون ما شما هم ممنونم. ما تعارف نمی‌کنیم. تعارف نمی‌کنید دیگه. ببین خانم کده شما هم بفرمایید عزیز من. تعارف بذار امشب بعد بزنیم. خیلی خوشحالم. خانم کده خانم کده شما بفرمایید داخل دفتر بشینید چای بیارم برات. من درو بذارم. قابل قشنگ عزیزم. ممنون. راستشو بخوای اینجا خونه پدری آقای محب بود. ما اومدیم بازسازیش کرد. بعد بازنشستگی دیگه بچه همون هم سر و سامون گرفتن، ما هم برگشتیم روستا. اینجا کردیم باغ بومگردی. البته یه باغ هم اون بر هست، خیلی قشنگه. حالا انشالله صبح بیدار شدیم میبرم نشونت میدم. مرسی، خوش اومدین. هوا هم حسابی سرد کرده. خانواده نمونه و نابغه آقای محبی. اقراق جنرالیستیه، جدی نگیر شما. آقا چه اقراق؟ این همه لوح تقدیر و تقدیرنامه و مصاحبه. خودتون چیکار میکنین؟ دبیر ادبیات از نوع بازنشستش. خانومم هم کتابدار دانشگاه تهران. البته از یک بازنشسته که خودش کارآفرین نمونه است نمیشه توقع داشت که بچه های غیر از اینم داشته باشه. بچه ها دنباله خود آدم هم. میدونی که بعد تو یه اثری عذب در این دنیا هست. الانم شما برو اتاقی که خانم بده انتخاب کرده ببین، منم میرم بساط شام را آماده بکنم. خیلی ممنون آقای محبی، ما واقعا قصد مزاحمت. تعارف نکن، بفرمایید. آقا آخه اصلا قرارمون این نبود. آقا تعارف نکن، بیا اتاقو ببین تا من بساط شامو تهیه کنم. بفرمایید عزیزم. خیلی خوش اومدی نریزم. ممنونم. شما دیگه الان راحت باش، خوب استراحت کن، خسته شدی. مراقب این نینی عزیزمونم باش. من با اجازتون میرم دیگه. ممنون خانم محبی. جانم ببخشید، نمیخوام نگرانتون کنم، قطعا چیزی مهمی نیست، ولی آقای محبی تو جاده که داشتیم میمدی میکنم حالشون برم ششویم. این خوبه حالا تحوه اما البته احتمالا چیز مهمی نیست، ولی خوبی دکتر بگیم. آقای محبی خیلی درد سر افتاد اینا. بعد آزمایش های بازنشستگی محبی فهمیدیم یه تومور تو سرش. دکترها گفتن دیگه هر آن ممکنه تمام کنه، اصلا نمیشه واسش دیگه کاری کرد. آقا محبی جانم، کی بود که دکتر گفت فقط 3 ماه فرصت داریم؟ اردیبهشت پارسال. برای چی فرصت داریم؟ حتی اکثر 3 ماه. قرار بود زودتر از اینا زحمت کنم. یه کتابی خوندم، تا وقتی زنده هستی باید زندگی کنی. اگه مفهوم زندگی رو کامل درک کنیم دیگه وحشت و مرگ هم از بین. خلاصه ما هم اومدیم اینجا داریم زندگی میکنیم، خیلی هم خوشیم که دارم از این طبیعت زیبا داریم حظ شدیم. یه
قسمت چی باشه و کی باشه. الو ملکی؟ بله سلام. سلام، چرا هر کی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ تعریف کن ببینیم چه خبر. هر چی فقط یه چیز بگو آرومم کن، دارم دیوونه میشم. یه دوستی تو قوه قضاییه دارم، گفت لطفیان از کشور خارج شده، همه اموالی رو هم که کلا برداری کرده قبلا منتقل کرده بوده به یه حسابی تو کانادا. اینجا نه پولی تو حسابش هست نه ملک و اموالی به نامشه. شرمنده متوجه تماست نشدم. اینجا نه پولی تو حسابش هست نه ملک و اموالی نه لطفیان از کشور خارج شده، همه اموالی رو هم که کلا برداری کرده قبلا منتقل کرده بوده به یه حسابی تو. خوابالو صبح شد. صبح بخیر. چه کیفی میدادم توی همچین بهشتی از خواب باشه. انگار تنها چیزی که توی این زندگی آسون به دست میاد شکسته. صدق الله العلی العظیم. امیر جان، زندگی واقعی یکم پیچیده تر از شعاره پشت کامیون هست. بپیچش. ببین من تو این سالا غیر از کار آب نبات و شکرپنیر خودت شاهد بودی که کلی کار دیگه با کلی آدم دیگه انجام دادم، تو همش هم موفق بودم، کلی هم پول خوب در آوردم. اما اگه صادقانه شو بخوام بگم، هر چی فکر میکنم میبینم این معامله آخری که با لطفیان کردم و تمام کردم، نباید انجام میدادم. ضرری هم که کردم یه ذره دو ذره نیست، همه زندگیم رفته، هرچی تو این سالا جمع کردم، خونم، ماشینم، کارگام. تو تمام این سالا برای به دست آوردن اینا داشتی یه چیزای خیلی مهمتری رو از دست میدادی. الان ما رو داری، خونوادت رو داری، اینا اصلا مهم نیست. و نمیفهمم چرا میگه همه چی ما از دست دادن. سارا آخه خونواده محبی رو ببین، حتی تو این شرایط دست زندگی کردن بر نمیدارن. حالا ما به خاطر اینکه خونه و ماشینمون رو از دست دادیم زندگی کردن یادمون بره. خب همه چی رو دوباره به دست میاریم، از اول کار میکنیم، تلاش میکنیم، دوباره به همه چی میرسیم، از صفر شروع میکنیم. تو خودت میگی زندگی جمله‌های پشت کامیون نیست، بعد الان به من میگی از صفر شروع کنم تو این سن و سال. امیر خان سلام. امیر خان صبحتون بخیر. صبح بخیر آقای مرفی. آقا خسته نباشید. صبحانه در خدمتم. خیلی ممنون. سلام خانم. سلام، خوب شما باشه. شما خوبه؟ خوب خوابیدید؟ ممنونم، شما خوبین؟ خدا را شکر. دست شما درد نکنه. نباشید. ممنونتونم. زحمت کشیدیم. چه زحمتی؟ خیلی خوشبخت شدیم. خوشبخت شدیم. خوبی عزیزم. شما هم بخیر. چقدر زحمت کشیدیم. آه مجدد. ممنونم. شما خوابیدید؟ مجددا سلام، قربونت باشم. سلام. سلام. خیلی زحمت کشیدیم. برای شما پنیر محلی، کره محلی، اصل تولیدات خودمون. آره بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید.
خب منم یه چایی بریزم براتون. این چایی مخصوصه، چای آنخ هستش که از گیاهان کوههای شهرمون هستش، دلچسب، گوارا و خیلی هم پرخاصیت هستش. بفرمایید چایی. دست شما درد نکنه آقای مرتضی. بله بفرمایید. تعارف هم نکنید. یه سر به بابا اینا میزنم دوباره برمیگردم پیش. خب بیمارستان برای چی؟ یعنی که من میبینم درد داری سارا جان، به رو خودت هم نمیاری. انقدر درد ندارم، بریم چیزی نمونده که تا خونه آقا جان. لجبازی نکن. ببین سارا، پس فردا خدای نکرده دوباره یه اتفاقی بخواد برای این بچه بیفته، منم که باید به یه لشکر آدم جواب پس بدم. حوصله‌اش هم ندارم. حالم خوبه، جدی میگم، یک دو ساعت میتونم تحمل کنم. بریم. اصلا نفهمیدم تو از اولش هم برای چی با این وضعیت پاشودی اومدی سفر. من اینو بفهمم خیالم راحت میشه. قبل از باردار شدنم میخواستم ازت جدا شم. چی کار کنی؟ چند جلسه با استادم هم مشورت کردم، حتی با وکیل حرف زدم. وکیل؟ بعد که فهمیدم باردارم دست نگه داشتم تو بچه به دنیا بیاد. بعد عجب. این سفرم باهات اومدم که تو این فرصت متوجه بشم ببینم میتونیم بالاخره برگردیم به اون دوران اول زندگیمون یا نه همه چی تموم شد. اوه بابا، من نمیدونستم اینقدر داره بهت سخت میگذره. خب زودتر میگفتی. چقدر اذیت کردی خودتو. اصلا متوجه نشده بودی؟ نه معلومه، اصلا تعجبی نداره. چجوری میخواستی بفهمی؟ تو همش سر تو حساب کتاب و سرمایه گذاری و شریک و وکیل و امثال این لطفیان بود. معلومه که نفهمیدی، من اصلا نامرئی میگم بس کن سارا. بهت گفتم یارو کلا بردار ازم در اومده، همه زندگیمو برداشته رفته تا اینجا زیر قرضم. اگه نتونم زمینای آقا جونو بفروشم باید بیفتم گوشه زندان، بعد تو نشستی اینجا داری بر من گله گذاری میکنی؟ چرا دور میزنی؟ من که میخوام برگردم تهران، حوصله هیچ کس ندارم. برگردم ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. بابا کجا دارم میرم؟ وایسا، من پیادشم. داد نزن. وایسا. داد نزن سارا. وایسا بهت میگم. داد نزن سارا. من میخواستم بیام که تو فرصت این سفر بتونم تصمیممو بگیرم که جوابم هم خوب گرفتم. وایسا، خودم تنهایی میرم پیش آقا جون. زندگی تو بعد من این بچه میبودیم. اون خانواده‌ات که الان دیگه حوصله دیدنش رو ندارن. نه یه مش پول که کلا بردار بتونه برداره بره. وایسا بهت میگم. وایسا. سارا، سارا بیا، با این وضعیت داری کجا میری؟ الو الو، امیر سلام، میسمم. میسم توی؟ آره خودم. کجایی داداش؟ اومدم بجنورد.
خدا بی خبری پولمو برداشت و رفت. ای داد بی داد، دعا کن آقا جون برم. دعا کن، دعا میکنم انشالله که سلامت بشی، سر بلند و سر افراز باشی پسر چا. آی زنده باشی. بسم الله بسم الله بسم الله. عجله نکن، آروم بی آقا جون آروم. اگه پله راحتی پله بی، اگه نه قرار وکیلم به هم خبر بده دیگه. دعا کن که خوش خبر باشه. حسابی خودتو خسته کردی امروزا. دست درد نکن آقا جان، همون سازم بدی. امروز عروسیه، هی سازم، هی نادمیزاد بمانه، بهش نرسی از کوک در مره. بیا بسر جان. آخه یا علی جان،
آروم باید آقا جان، عجله نکن. آقا جان سند کارگاه و سقط زمینه، سهم الهرم بهش دادم. اگه دلت خواست میتونی زمین ها رو بفروشی و مشکلت حل بکنی، ولی اغل جان نذاری بعد من این کارگاه تعطیل بشه ها. چشم باشه. کفن و دفن منم به عهده خودت، طبق رسم و رسوم قلعه. نترس نترس، ولی نکنه عروسی رو به هم بزنی اغل جان. این حرفا چیه میزنی آقا جون؟ ما اومدیم اینجا فقط خودتونو ببینیم. شال 120 سالم اون میکنه. ای اغل جان مرگ حقه. امیر جان. جانم آقا جون. خزان جان برای حمیس من. چرا قلبت جوری مثل گنجش فتو بد میکنه؟ ترسیدی؟ دلم برای بغل کردنه خیلی تنگ شده بود. من هند سلام حضرت اسرائیل. آقا جون جون. الان راحت میشی عزیزم، یکم از این بخواه الان تمام شد اسمم، الان تمام شد، یکم 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 دیگه تمام شد. آفر روز آقا جون مهمونت عزیز. به من گفت داره میاد پیشت، باور نکرد. برام دعا کنی. امیر آقا، امیر آقا پاشو پاشو بیا بریم میت رو حلالش کنیم. اگه هم نمیای من خودم برم. پاشو پاشو دیگه، بسم الله. هر چی بهت میگم خوب گوش کن، درست انجام بده که میت حروم نشه. گرفتی چی گفتم؟ آقا هر موقع آماده شدی یه بعدم به ما بده.
واقعی شروع کنیم. سرت و نوت اومدیم دیدنت، کاش بودی میدیدیش، کاش زنده بود اذان در گوش بچه رو میگفت. حرف قشنگی زد، گفت آدمی از مرگ میترسه که زندگی نکرده باشه. رفیق خوبیه نیست دیگه، گمش نکن. هنوز راحت نکرده اون ترس؟ وقتی آدم از این ترس لعنتی خلاص میشه که یاد بگیر جای حمالی کردن زندگی کنه. الو ملکی، سلام. قربانت خدا رفتمانه تو رم بیامرزه. چه خبر ها؟ خیره ایشالله. چی؟ بگو جان امیر. خدا خیرت بده. باش در تماسم. خدا ملکی بود میگه لطفیانو دستگیرش کردن. واقعا؟ خدای شکرت آقا جون، دعات گرفت. میکردم بده به من این بچه رو بده. صورتش بپوشون یخ کرد. امیر بریم مشهد، میخوام اونجا درگوشش از آن بگم. بریم.